آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در آستانه ماه مبارک رمضان طبق روال سالهای گذشته در گرد همای مبلغان در روز شنبه 19 اسفند 1402 ساعت 23 دقیقه در بیت مرجعیت در شهر مقدس قم بیاناتی ایراد فرمودند. محور اصلی بیانات معظم الله پیرامون لزوم رعایت تقوای الهی با استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان، ضرورت حفظ آبروی مؤمن و پرهیز از حرمت شکنی ها و وجوب پاسخگویی به شبهات و دروغ هایی که به معصومین علیهم السلام به ویژه در شبکه‌های ماهواره‌ای نسبت داده می شود بود. با هم بخش اول گزارش این گرد همایی پیرامون بیانات ایشان مبنی بر لزوم رعایت تقوای الهی با استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان را ببینیم و بشنویم. بخش اول بیانات آیت الله العظمی شیرازی در گرد همایی سال جاری مبلغان در آستانه ماه مبارک رمضان به لزوم رعایت تقوای الهی با استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان اختصاص داشت. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به فرازهایی از خطبه شعبانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله در بیان فضائل ماه مبارک رمضان فرمودند: در ماه مبارک رمضان باید انسان تلاش نماید که در رابطه با مقدمات وجود آن واجبات تلاش بیشتری نماید تا بیشتر و بهتر موفق به انجام آنها گردد. معظم الله راه دستیابی به این هدف را تصمیم انسان ها ذکر نموده و ضمن بیان روایتی از امام کاظم علیه السلام، راه رسیدن به هدف تصمیم آدمی است. فرمودند: انسان برای اموری که برای او اهمیت دارد تصمیم می‌گیرد و هر مقدار که این مسئله برای او از اهمیت افزونتری برخوردار باشد تصمیمی قوی‌تر اتخاذ می‌نماید. و ماه رمضان هم ماه تصمیم‌های جدی و قوی است و حیف است که انسان این فرصت را از دست داده و توفیق کمی نصیب او شود. آیت الله العظمی شیرازی با تأکید بر اینکه بایستی بررسی نمود که چه واجباتی غیر از نماز و روزه بایستی در این ماه مورد توجه قرار گیرد فرمودند: اولین واجبی که بدون تردید باید در این ماه رعایت شود آنچه که در آیه 16 سوره تغابن مورد تأکید قرار گرفته می باشد که پس تا می توانید خدا ترس و پرهیز کار باشید و تقوای الهی پیشه کنید. معظم الله ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای رسیدن به تقوای الهی ذکر نموده و فرمودند: رسیدن به این هدف با وجود دعاها و زیارتهایی که در این ماه ذکر شده و موعظه‌هایی که توسط خطبا و وعاظ محترم عنوان می شود فراهم است. ایشان با اشاره به داستانی در رابطه با پدر بزرگوارشان مرحوم آیت الله العظمی میرزا مهدی حسینی شیرازی که پس از مرحوم آیت الله العظمی سید حسین طباطبایی قمی زعامت حوزه علمیه کربلا و مرجعیت شیعه را بر عهده داشتند و علارغم نیاز به پول برای تأمین شهریه طلاب از باب احتیاط از پذیرش مبلغی کلان از سوی یکی از تجار بغداد که پس از آن مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی برای تقلید به ایشان رجوع کرده بود خودداری نمودند. با آنکه آن مبلغ می توانست تا مدتها مشکل شهریه طلاب را حل کند فرمودند: تقوا انسان را به اینجا می رساند که با آنکه پذیرفتن آن وجوهات اشکال شرعی نداشته اما از باب احتیاط از پذیرش آن خودداری می کند. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به وجود تقوا و ورع در برخی از فقها فرمودند: گاه برخی از مراجع تقلید برای دیگران فتوا می دهند اما در مقام عمل برای خودشان احتیاط می کنند و من بارها این مسئله را در رابطه با فقهای متعدد مشاهده نمودم. مثلا فتوای مرجع تقلیدی این بوده که در رکعت سوم و چهارم نماز یک بار گفتن تسبیحات اربعه کفایت می کند اما حتی یک بار در طول عمر خود به آن عمل نکرده و همواره سه بار این ذکر را تکرار نموده است. لذا علما
به دلیل مرتبه بالای تقوا احتیاط می کردند. علی اکبری، اخبار شیعه.